با عرض درود و ادب به خدمت شما بینندگان گرامی، نشر نوبتی برنامه تحلیلی اروپا افروز را مستقیما پیشنهادتان میکنیم. طوری به شما معلوم است، شب گذشته بازی جوابی دور نیم نهایی در لیگ چمپیون ها با اشتراک دو دسته صاحب نام ریال مادرید و باواریا سپری شد و از نتیجه این رقابت ما اشتراک کننده دوم رقابت فینالی را در موسم کنونی لیگ چمپیون ها معین کردیم. طوری همگان تخمین میکردند و حدس و گمان ها هم بیشترینش راست برآمد، دسته ریال مادرید توانست صاحب راحت به فینال شد. برای تحلیل بررسی این بازی و همچنین بازی هایی که در شب جوری در رقابت های لیگ اروپا و لیگ کنفرانسیا ها بنقشه گرفته شده است، ما عین زمان در استودیوی مرکزی تلویزیون ورزش جمع آمدیم و همراهی من پرویز محمد امین، همکارانم اینامیدین احمدزاد و امام بکی شادی بگزاد حضور دارند. خوش آمدید به استودیو. خوب، بیاید ابتدا به نتیجه ای که بود توجه کنیم. طوری میبینیم در بازی جوابی ریال مادرید بهتر هنر نمایی کرد، دو بر یک آنها باواریا را تسلیم کردند و توانستند به فینال برایند. خوب، میخواستم اینجا فکرهای شما را مختصرا شنیده باشم و بعدا به تحلیل و بررسی مفصل این بازی میپردازیم. من فکر میکنم اگر دلسوزی و تقدیر خصوصی که اینو یک طرف مونیم، اینجا به طور ارزنده ریال مادرید و وابسته به اون عمر و وابسته به اون تلاشی که داشت ارزنده به طور راحتی فینالی رو به دست آورد. خب درباره بازی که اگر بهتر گپ زنیم، حالا درباره نتیجه بگیم، یگان چیزی که انتظار نبود قریب که 80 درصد مردم بر این باور بودند که ریال مادرید به دور دیگر میگذره و تنها از همه جای جالب این بود که قهرمانی اساسی این رقابت، بله انتظار می رفت که ریال شاید کامبک میکند، شاید با فرق یک گلی که در دقایق آخر زده می شود به دور دیگر می رود، اما به طور غیر انتظار قهرمانی خوسلو فکر می کنم یگانه چیزی که بسیاری را حیران کرد محض این چیز است و دیگر همه چیز در جای خودش فکر می کنم روی داد. تشکر زیاد. و اکنون بیاید دوستان گرامی با تحلیل و بررسی مفصل این بازی پردازیم و شروع میکنیم از انتخاب هیئت ها که سرمربیان هر دو دسته برای این رقابت خوب انتخاب کردند. مخصوصا در هیئت باواریا نظر به بازی قبلی سه تغییرات دیده شد: سرژ گنبری، پاولویچ و همچنین دلیخت در همین میدان دوری از دقیقه اول به میدان برآمدند. اما طوری میبینیم بیشتر از کارشناسان و متخصصان باواریا رو به اون عیبدار کرده ایستادند که گویا از ابتدا از حد زیاد تاکتیکای دفاع کرونا رو توماس توخل انتخاب کرد. شما به همین فکرها چی نظر دارید؟ خب پیش از همه درباره انتخاب هیئت، البته مربیان خوبتر میدونند که کیها رو انتخاب کنند. بله میشود شاید در انتخاب یک نفر اشتباه کرد، اما در عموم بهترین ها رو آنهایی که آمودن برای همان رقابت آنها رو انتخاب میکنند و توخل هم همین کار رو کرد. گنبری البته در ادامه آسیب گرفت و در قسم اول توخل مجبور شد که او رو عوض کند و دویز فکر میکنم به جای با میدان آمد که در ادامه حتی یک گل زیبا هم به دروازه ریال مادرید زد. ولی این که تیم باواریا بازی معمولی خود رو انجام نداد و کوشش کرد که دفاع کند، این اشتباه بزرگترین آنها بود در همین رقابت. من فکر میکنم به خاطر اینکه ریال مادرید نه تنها در حالی که مثلا حساب برابر است تلاش خود را ادامه میدهد، بلکه حتی وقتی که عقیب میموند از دسته رقیب خود، ما این را علاقه سالهای سال تکرار با تکرار هر سال میبینیم، تا لحظه آخر اصلا بازیگران این دسته سراسیما نمیشوند. شاید این از حساب تجربه بزرگ آنها است، شاید از حساب آن که به خود باوری زیاد دارند، از این لحاظ است که عموما در یگان حالت بازیگران ریال مادرید سراسیما نمیشوند. مثلا با حساب یک بر صفر که با فرقیت دو توپ عقیب ماندند، اوهیستا اوهیستا از زمان از لحاظ تاکتیکی، از روی تاکتیکی معین شده، از روی امکانیت آنها به پیش میروند و بویسی اساسی که ریال مادرید مثلا کامبک میکنند محض همین چیز است. آنها تا آخر باور میکنند و بدون سر و سیمگی بازی میکنند. در همین بازی احساس شد که وقتی باواریا با حساب دو بر یک عقیب ماند، بله اونجا یک حالت بحثناک به میان آمد و چیزهای دیگر، اما چی قدر سر و سیما بودند بازیگران باواریا، حتی دیگر با یکدیگر در بسیاری از وضعیت ها توپ را درست پاس دادن نمی توانستند. از یک طرف اشتباه باواریا که سبب باخت آنها شد، من از این بیشتر دفاع کردن بود، مخصوصا بعد اون که گل رو زد دویس. از طرف دیگر بازی خوبی ریال مادرید و سر و سیما نشدن آنها و تجربه بزرگ آنها فکر میکنم باعث پیروزی ریال شد. اما فکر میکنم در مورد هیئت اساسی در باواریا ماتیس دلیخت توانست خوب بازی کند، به واسطه در نیمه اولی بازی هم و در فرصت های اولی نیمه دیوم هم چند امکانیت هایی که در مبارزه یک به یک با وینیسیوس هم داشته بود. عموان بازی این دفاعگر هلندی خیلی خوب به چشم رسید، ولیکن راستی من چه خیلی مشاهده کردم
در آوردن پاولیچ از هیئت اساسی در میدان برای من اونقدر فهمونه بود، این نفر را من اونقدر فعال ندیدم در میدان و ممکن که یکی از اشتباهی تاکتیکی خودی تو خیلی همین باشد، ولیکن خصوصیت احتیاط کورانه داشتنی با بازی بواری باز هم به نظر من همون ترس در وجود این تیم جانبی دسته فاوریت و فشارهای پیوسته رئال مادرید البته جانبی دسته ضعیف مجبور میکنه تو را تو چنین تاکتیک را انتخاب نکنی و از عکس الهجوم ها کار گیری. این البته به طور غریزوی چنین است و عین حال با اون اقتدار و اون قدرت و نیرویی که رئال مادرید دارد نه هر دسته به مثال سیتی میتواند به طور برابر با این تیم بازی کند. بله تشکر و بیاید اکنون با حالاتی که البته بسیار خطرناک بودن در نیمه دوم توجه کنیم. قسم دوم البته کاملا فرق کننده بود نظر به نیمه اول و یک چیزی که مشاهده شد این بود که پرتافت های طویلی توپ از سوی فدوزون دسته باواریا به خط هجوم زیادتر شد، چیزی که تو خیلی طلب میکرد در قسم اول و همین چیز در لحظه ای که هجوم های خطرناک گشت که کین بود و بعدا خودی هری کین در آغاز بخشیدن حمله وقتی به دیویس کمک کرد مشاهده شد. ببینید که یک تاکتیک انتخاب کرده کار میدهد ولی بعد از این باز هم عقیم نشینی طور بلوتر شما اشاره کردید بایدی گویم اون گردید که پورا تشبس رو ریال مادرید بعد از خود گیرد. خب لحظه که گل زده شد برای ما و شما حلو پیشنیاد میگردد و دیویس هم با جوی همدستش گنابری وقتی به میدان بر اومد او جالبین است که نه در نقش دیفوگر کناری که موقع عدتی است بلکه در خط نیم حافظه کناری از سمت چپ بازی رو دوام داد. بسیار خوب او توانست تو همون لحظه که گل بزند بازی کرد. البته شاید اگر در دفاع باقی میموند این بازیگر و مثلا با جای گنابری کدام یک نفر دیگر با میدان می اومد بازی باواریا فرق کننده می شد. شاید با این حالتی که بعد زدن گل گرفتار شد روبرو نمی گردید باواریا به خاطر اینکه وقتی دیویس گل رو زد البته او کاری بسیار بزرگ کرد و ببینید که چگونه گل زیبا هم زد به توری دروازه لونین، لیکن او البته دفاعگر است و بازی او خصوصیت دفاعی دارد. او برگشت به دفاع و همراه شد به حمایتگران دیگری دسته باواریا، این قوای تیم باواریا را در خط حمایت زیادتر کرد و باعث شد که بازی باواریا دیگر نه در مرکز میدان نه در هجوم بلکه زیادتر در خط دفاع گذرد. شاید این هم انتخاب خود توخیل بود که همین طور شود، یعنی که بیشتر توجه به دفاع گردد. اما چطوری که باز هم اشاره می شود خوب تکرار هم شود این اشتباه بود و رئال برگشت به بازی و کمبک کرد. بله تشکر مرامت. یکی از پرسورترین بازیگران البته دیویس می باشد و به نظرم برای اجرا کردن دو فونکسیه او را به میدان در آوردند. البته تغییرات اجباری بود وابسته به جرأت گنبری چون که نامیدین گفت دفاعگر است وابسته به سرعت توانست گل به ثمر رساند و بعدا میتواند چون دفاعگر فونکسی اساسی خود را اجرا نماید و برای نگاه داشتن نتیجه میتواند خدمت خود را در همون مستحکم کنی دیوارهای دفاعی نماید، ولیکن دیدیم که رئال چگونه با فشار توانست باز همون دیوارها را شکند. بله و چیز دیگری که من میخواستم از شما سوال کنم این است که بسیاری از نفران وقتی تغییرات های دسته باوری رو تحلیل کرده استودن مخصوصا از میدان گرفتنی کین در پایانی رقابت و دیگر تغییرات هایی که بودن تو خیلی رو به چیز دیگر هم عیبدار میکنن با ترسویی، یعنی او گویم از ترس فوتبال بازونی خطی هجوم رو گرفت تا اینکه بازیگرانی خطی دفاع با میدان برایند و مستحکمی خطی دفاع رو فکر کرد. حتی در بعضی از حالات در مجموع 6 دفاعگر در حیات دسته باواریا بود اما این هم کمک نکرد. خب اگر ما همون گل دومی خوسل رو تحلیل کنیم ببینید نبودن فشار از سوی فوتبال بازونی خطی پیش باواریا باعث برانه شد که هم ریودیگر و هم ناچو با نزدیکی جریمگوی حریف هایند ناچو پاس می دید با ریودیگر، ریودیگر پاس می دید با خوسلو و خوسلو گل دوم رو به هدف می رساند. خب نقش این عامل ها رو شما چگونه ارزیابی میکنید؟ خب اول اینکه کدام دسته رو شما می توانید نام برید که در بازی با رئال مادرید نترسد، حتی سیتی که با اون همه پرخواتی خب بازی کرد اونقدر برتری زیاد داشت نسبت به رئال مادرید در نهایت نتوانست از این دسته گذرد و در یک از مصاحبه هایش گواردیولا اشاره کرد که مثلا در باره اگر خطا نکنم فاوریت بودن دسته او پرسیدند از او اشاره کرد که ما فاوریت لیگ چمپیونان نیستیم، گفتند چرا با این همه خوب کاری خوبی دسته، او گفت که چون که اینجا رئال مادرید است و دل خواه دسته به حراس می آید مخصوصا در سانتیاگو برنابه وقتی بازی برگزار می شود. اما انتخاب های توخیل از نگاه خود این مربی بسیار موفق در کار خود مخصوصا از لحاظ تاکتیکی
یکی از نفرانی نامدار در عالم فوتبال است، انتخاب های او از نگاه خودیو در همان حالت درست بود، ولی آن کاری رو که آنچلوتی انجام داد بر زیدی توخل، این باز درست تر بود. مثلا از بازی گرفتن کروس، در حالی که کروس بله وظیفه اساسی خود رو اجرا میکرد، اما اون پاس هایی که باید باشد، اون حالتی که در خط هجوم باید به میون بیاد با پاس های کروس، اون چیزها دیده نشدند و آنچلوتی در این حالت تصمیم گرفت که کروس رو از بازی بگیرد و به جای مودریچ رو به میدان بیاورد. و حالتی دیگری که شما هم فکر میکنم مشاهده کردید، حالتی دیگری که رادریگو و وینیسیوس از دو کنار بسیار تلاش کردند، اما خوب بازی کردن دلیخت خیلی بالاتر امام بگ اشاره کرد و اون در عموم خط دفاعی باواریا باعث برون شد که از کنارها ریال مادرید با جریمه‌گاهی باواریا کمتر راه بیابد و با بازی آوردن خوسلو در همین حالت، با بازی آوردن برایم دیاس در همین حالت، یک عامل دیگری بازی خوبی ریال مادرید در هجوم شد. مثلا در مرکز خط هجوم ریال کسی نبود تا اون دمی که خوسلو رو سرمربی با بازی بیارد. از کنارها میرفتند بازیگران، کسی رو در مرکز پیدا نمیکردند که توپ رو به او ارسال کنند. بعدی با بازی آوردن خوسلو موقع آزاده که تو آمدنی او بود باقی ماند و خوسلو از آنها استفاده کرد. بار دیگر میگویم که کاری توخل تو جای درست بود، اما آنچلوتی همچون یک شاهمات باز به طور بازی کرد در این حالت، به طور فکر کرد که همه تصمیم های گرفته توخل رو برهم زند و با تصمیم های خود واقعا همه رو قائل کرد. بله، و این همان لحظه که البته ما و شما میبینیم چگونه گل دومی فوتبالبازان در سری ریال مادرید به هدف رسانده میشود و توجه کنید در همین جا ناچو دفاعگری مرکزی پاس میدهد به دفاعگری دیگری مرکزی رودیگر، ادامه هجوم پرتوفتی رودیگر به داخل جریمه‌گاه، اینجا آفساید نیست، البته حالت یکم هم آفساید نیست وقتی ناچو بر رودیگر پاس داده شده است و در حالت دوم هم وقتی رودیگر ارسال توپ رو انجام میدهد اینجا آفساید دیده نمیشود و با همین حساب دو بر یک شد. ولی با فکرم اگر شما بعد از انجام این بازی مصاحبه چند از فوتبالبازان ریال مادرید رو هم خونده باشید، اونها اشاره کردند که گل یکمی زده اونها تاثیر خستگی فوتبالبازان در سری باواریا بود، زیرا اونها این چیز رو احساس کردند و در همون گل یکم نویر که در تمام رفت بازی خیلی هنرنمای عالی نشان داد، اگر اهمیت داده باشید با اشتباه روح میدید. حالا ما از کارگردان خواهش میکردیم که ماس گل یکمی فوتبالبازان در سری ریال مادرید رو برای ما و شما نشان دهند و خودتون ببینید یکی از بهترین دروازه‌بان ها در تمام تاریخ فوتبال در این گونه حالت که چندین وضعیت های خطرناک رو برطرف کرد، توپ رو از دستش رها میکند در نزد هجوم کننده دسته حریف و با همین ما و شما میبینیم که حساب برابر میشود. البته چون این ها میشوند در نسبت دیل خود دروازه‌بان، نسبت لگنده ها، وقتی که پیوسته در بازی سیف انجام دی فالونه در بازی اشتراک میکنی و طول موسم رو با وجود نداشتن یکان جایزه موسم جاری، البته اکثر باری روانی هم پیش می بیاید، با وجود داشتن چون این سونی سوال و تجربه، هرچند که تجربه زیادی بازی در لیگ قهرمانان داشته باشد، وقتی که فشارها پای هم زیادند و دفاعگران تا جایی نمی توانند کمک کنند، چون این اشتباهی غیر انتظار از طرف دیل خو در دروازه‌بان می شوند. ما چون این اشتباه رو در از جهت از جنوب بوفون مشاهده کرده بودیم، هرچند که دویم نیل که گوه گوه میشوند چون این حالت ها، ولیکن اصلا من فکر میکنم که اون کارشناسانی که بسیاری ها به ترسوی تو خیل را عیبدار کرده بودن، من تا جایی به همین قضیه راضی شده میتوانم، زیرا که در موسمی که تنها نجات برای موسم از یک بازی وابستگی دارد و از یک جایزه، باید خونسردی بیشتر باشد، باید جسارت بیشتر باشد، با تمام نیرو باید استفاده برد و به مثال این بازی چهارک نهایی ریال مادرید و منچستر سیتی همچنین بود. منچستر سیتی دویم در خط حمله بود، ولی ریال مادرید که برای نگاه داشتن نتیجه برایش ضرور بود، فوتبال پرگماتیکی نشان میداد که اسلوب خاصی دفاعگرانه نه همه دفاعگران را به میدان آورد، بلکه بازیگران دیگر هم در خط دفاع فونکسیون خود را اجرا کردند و وابسته به عکس هجوم می توانستند به هجوم گذرند. همین خیلی دیگر باید بازیگران خط میانه و خط پیش هم تا جای در کار میشود در خط دفاع کار کنند و خودی هر که اینم که یکی از ماشینه گلزنی است وابسته به امکانیت از عکس هجوم می توانست یک گل جوابی دیگر بزند. ولی اینجا که شماره زیاد دفاعگران در خط دفاع بسیار شد، تنبشوی خاصه به میان آمد، به قول کسی دیگر یکدیگر رو اگر فهمی کم شد، آنها هم در همین خصوصیت تنبشوی دیگر نتونستند که چکار کنند و سراسیمگی از دیگر طرف امکانیت گلزنی برابر کنی حساب از طرف دیگر توانست آنها رو به قول رهگم زند و مد چنین شد که خوسلو نفری است که از او کم نفران گل انتظار بودند و مثال لون اینه که در دروازه‌بان سهم از آغاز موسم بود و خوسلو البته نفری احتیاطی از آغاز موسم بود، نفری شدند که بازم برای ریال در کاری کردند. خب من اینجا یک چیز دیگر رو میخواستم قید کنم، اول اینکه درباره
بازی باواریا. در این باره بحث فکر میکنم زیادتر بودنش در کار، مخصوصا در خط هجوم اوسف گرفتن گنابری یکی از تاثیرهای کلان در بازی باواریا بود، این رو ما باید قید کنیم. بله، گنابری در بازی بلاسهای بزرگ همیشه خود رو خوب نشون میدهد، یکی از عوامل ها این بود. از طرف دیگر کومن نبود در این بازی و جمال موسیالا با تنهایی همچون یک پلی میکر از دستش کاری نیامد بر مقابل خط نیمه حمایه رئال مادرید و بر مقابل خط دفاع این دسته. این سبب اساسی بود که برای سنه هم نه اونقدر خوب بله بازی خوبی خود رو او هم نتوانست در این بازی نشون میدهد. این همه باعث شدن که برای کین امکانات ها کم به میان بیاید، وگرنه این حملگر خونسرد واقعا میتواند که از کمترین امکانیت خود استفاده برد. در جریمه‌گاه ریال قریب که برای او فرصت عمان نبود. بله بله. هرگاه که او شانس می‌یافت کوشش می‌کرد ضربه بزند، حتی یک دو حالت خوفناک رو هم برای لونین به میون آورده بود، اما این سبب ها هم هستند برای خط هجومی دسته باواریا. ولی وابسته به اون حالتی که نویر اشتباه کرد و بعد از ضربه وینیسیوس توپ رو رها کرد، اصلا بله اشتباهی در روزبان بود. او باید در این حالت با کدام یک اصول دیگر بازی میکرد که توپ رو یا میگرفت یا برمیگردون یا زده دور میکرد. ولی سبکی ضربه زدن وینیسیوس رو ما باید قید کنیم، اگر امکان باشد همون حالت رو برای ما دیگر باره نشان میدیم. خاطرتون باشد سال موسم 2012-13 در مرحله گروهی لیگ چمپیون ها وقتی ریال با سیتی بازی کرده بود، رونالدو گلی حساب 2-2 است و رونالدو گلی سیومی ریال مادرید رو میزند. ما از همان نقطه‌ای که حالا وینیسیوس ضربه زد در همین بازی، از همان نقطه عیناً با همین اصولی که توپ ناگهان به زمین می‌فراید، با همین اصول ضربه می‌زند، اونجا جو خرد اشتباه می‌کند و در لحظه‌های اخیر خب ریال مادرید پیروز می‌شود. این یکی از زیباترین حالت‌های در لیگ چمپیون‌ها بود که در سانتیاگو برنابیو رخ داده بود. ما از وینیسیوس با اون اصول ضربه زد، با اصولی که توپ ناگه پایان می‌شود و این رو انتظار نداشت نویر. بعدی به زمین برخوردن دیگر اون نتوانست توپ رو بگیرد، این سبب اساسی اشتباهی او بود. اینجا باز در برابر اون که نویر توپ رو نگرفت، کاری خوبی وینیسیوس رو هم باید قید کنه و خسل هم خود را نشان داد. بله در موقع در کاری بله حداقل در یک موسم یک بار دوباره گل زده میتونه. و او اصلا میدونید این بازینگر کسی انتظار نبود که واقعا در چنین بازی مهم محض او در بچهره اساسی ریال تبدیل میشود. حتی بازی با مالیورکا بود یا با کادیس بود، من شهر داده بودم این موسم، وقتی که حساب 0-0 بود تا دقیقه قریب 88 یگان ده امکانیت برای خوسلو به میان آمد، اما او استفاده کردن نتوانست، قریب که گریه میکرد در همان حالت. ولی ناگاه در لحظه اخیر او یک گل زد و گل او پیروزی آور شد و واقعا بعدا او گریست بعدی گلی که پس از نزدیک 10-12 امکانیتی که نتوانست او زد. اما در چنین بازی مهم دو امکانیت 100% و دو هر دوی آن رو استفاده کردن از جانب یک بازینگری که ناگاه از کجای ریال از مجبوری از نوعیلوجی او رو میورد در حیات تا اینکه در لحظه هایی که مثلا دیگر کسی نخواهد بود ما از او بازی کند، این گونه حالت غیر انتظار است. دسته کشای لیگ چمپیون است، البته از هر طرف خود را نشون میداد، ما چیز غیر عادی را منتظر میشیم. یک اون کس البته باور نداشت که خاصل مؤلفی دوبل میشد، مؤلفی دوبلی پیریزاور. این البته عظمت خود ریال رو نشون میداد. ببینید از نفرانی که گل انتظاریم در پلی آف جود بیلینگم یکون گل نزده است. بله. حتی ما پیشگویم کرده نمیتونستیم که خاصل امکانیتی برامدن به میدون را بله. در اصلا داشته باشد. من انتظار نبودم برامدن یورو به میدون. من هم چنین بودم که برای خود نگاه داشته نتیجه ممکن یکون دفاعگر به میدون میبراید. البته طبق پیشگوی ریال پیشرفت میشود برای نگاه داشته نتیجه، ولیکن خاصل به میدون میبراید دسته رو نجات میدهد و کی میداند ممکن باز در فینال هم خاصل و ببینید که او هم مثل ادین ترزیچ بوده است. ادین ترزیچ که در سال 2013 هم برای تماشای فینال همچون مخلصی بروسیا دورتموند رفته بود، دو سال پیش خوسلو هم برای تماشای فینال بر مقابل لیورپول با پیرانهای ریال مادرید در ورزشگاه بود. خوب دوستان گرامی، در پایان این رقابت وقت دقیقه ایلوگی خیلی هم زیاد بودند، یک حالت بحثناک دیگر اتفاق افتاد. اینجا سخن درباره گلی زده فوتبال بزنده سای باواریا در دقیقه 103 بازی می رود، یعنی در دقیقه 13 ایلوگی، و شیمون مارچینیاک پیش از گل علاقه 108 خود رو برآورده است، یعنی بلند کرده است. اما ما خیلی خوب میدونیم که وقتی اخیر با دوران توصیه داده می شود که اجازه دید همون اپیزود به اصطلاح تا آخر بازی کرده شد، بگذار اونجا آفساید هست آفساید نیست، تا آخر بازی کنند و بعدا وقت شبه ها هست از سجره ور با دوباره کنوری اشاره میکنند وجود داشتن آفساید یا نداشتن اون رو معلوم میکنند. در همین حالت شما توجه کنید وقتی پرتفت توپ صورت گرفته ایستاده است، یک فوتبال بازی دسته باواریا در حالت آفساید هست، این ماتیاس دلیخت است، اما او در اپیزود اشتراک فاول ندارد، بلکه همدسته دیگری او
برای تو مبارزه میبرد، توپ رو به دست میورد، توپ بدن بعد نزدیک دلیخت میواد از میلر و گلی زده او. اما این گل از سوی شیمون مارچینیاک به اعتبار گرفته نشد. اینجا ما باید پیش از این حالات رو به خاطر بیاریم که چقدر لحظه های بحثناک به میون آمد، مخصوصا بعد گل دومی رئال مادرید و حتی داور خودی توخل رو کارت زرد داد، بعدن یکی از یووارون یورو و چند لحظه دیگر بحث در نزد همون ستاد مربیانی دسته باواریا بود. نفهمی ها یکی از سبب های اساسی که داور مرکز مخصوصا بعد بلند کردن بیرغچه لاینزمن در حال صدای اشتاک خود رو برآورد، محض همین چیز بود که او نمیخواست جلوی بازی رو از دست بدهد، میخواست که همه چیز رو تحت کنترل خود داشته باشد. وقتی که آفساید اشاره شد در حال صدای اشتاک خود رو بلند کرد، و خاطری که قبل از این بحثو خیلی زیاد بود و نمیخواست که این چیز رو، یعنی که ادامه بیابد و بازیگران باید احساس کنند که داور به همه چیز توجه کرده ایستاده است و در حالت حتی اشتباه کوچک اونها رو مجازات میکند. فکر میکنم سبب اساسی که در حال داور صدای اشتاک خود رو برآورد همین بود، وگرنه او حق داشت که اجازه بدهد بازی تو آخر برود، گل شود یا نشود و بعدا معین گردد که اونجا چی بود یا نبود. اما باز یک حالت دیگری که دلیخت امکان پیدا کرد گل بزند این بود که صدای اشتاک داور بلند شد، دیگر لونین در این حالت عکس العمل نشان نداد، او تنها ایستاد و همچون تماشابین قرار گرفت، وگرنه او هم میتوانست کدام یک حرکتی بکند، شاید توپ رو برگرداند، شاید این حالت به گل تبدیل نیابد. اما همین یک صدای اشتاک داور باعث باز بحثهای نو گرد نام رئال مادرید شد. بله، من فکر میکنم هرچند که فوتبالبازان کسبی ما و مربیان کشور ما را چون کارشناسان دیوانی بیشتر به تحلیل کارهای گواردیولا و مورینیو و کلوپ هایپ دار میکنند، ولیکن باید که ما در اینجا شتگیم، باید که یک چی گفت. به نظر من شمال مرچین یک اینجا سراسیمگی کرد. قویده معین علاقه شده است، باید انتظار شد که عمل با چی انجام میابد، بعدا ور هم وجود دارد، بعدا قرار برآورده میشود و تحلیل کرده میشود. اگر ور نمی بود با سراسیمگی میتون بیرقچه رو برداشت، بعدن بعد یک برآورده قرار علاقه جنجالو دیگر فایده ندارد. ولیکن ببینید عمل انجام میشود، وقتی تو به دروازه ورود میشود بعدن باید بیرق برداشت و بعدن باید رفت در نزد اکرانچه ور تحلیل و بررسی کرد. چگونه ای که متی زلیخ هم میگوید داوران نه همه وقت برای ال کمک میکنند، ولی اینجا به فکرم داور پولشگی میخواست که هم نامش در رسانه های ورزشی بسیار تر بلند شود به قول خای بگیرد و هم یک اشتباه هم کرده بود، بگذار افساید هم باشد ولیکن موند عمل تا آخر انجام شود. بله، ولیکن با دورتر هم اگر برویم در حساب در حالتی که باواریا دو بر دو حساب را برابر میکرد، در همین حالت هم رئال مادرید میتوانست با در اوور تایم به پیروزی برسد، زیرا که اذیت حالت جسمانی از حالت خستگی باواریا میونخ علاقه تولی به مدار شده بود که دیگر نمیتوانست مبارزه را ادامه دهد. بله، من عذر زیاد یک چیز دیگر را میخواهم قید کنم که با داورانی تاجیک، با داورانی که درجه فیفا دارند صحبت کردیم و شما هم حضور داشتید که اطراف همین گونه مسئله ها بله فکرهای خود را بیان کردن، مخصوصا یکی از بهترین داورانی ما که در سطح جهانی علاقه قبول شده است گلمرادی صدرالله فکری خود را بیان کرد و او گفت بله قاعده های فیفا مهمند و باید که بشک جبه آنها رعایت شوند در رفتی بازی، و از طرف دیگر ستادی داورانی که برای یک بازی معین می شوند در اتاق قبل از برآمدن به بازی با هم صحبت میکنند و نظیر داوران و عموما کمیسری بازی همه یک جا این هدف اساسی را در همون بازی معین میکنند. برای مثال بازی که فشار بالای داور در آن رقابت زیادتر است، وظیفه اساسی داور این است که جلوی بازی را به دست بگیرد، اجازه ندهد که بازیگران در هر حالت به او فشار بیارند، اعتراض کنند یا اینکه کدام یک حالت دیگر. در این گونه وضعیت کوچکترین لحظه را میتواند با قاطعیت، یعنی که قرار خود را برآورد و دیگر منتظر چیزی نشود. فکر میکنم نه تنها در فوتبال تاجیک بلکه در تمام سیاره و من وقتی که ستاد داوران مثلا با هم آماده میشوند قبل از بازی همین چیزها رو بررسی میکنند، ولی اونجا فشار به داور عموما به نظر نمی رسد. اونجا رفتی بازی عموما قبل از همین حالت بسیار بودن لحظه هایی که من به استثناء اون حالت ها کسی رو سفید کردن نیستم یا اینکه چیزی در این مورد اندیشه هم ندارم، اما من همین رو مثال آوردنی هستم که حالت های بحثناک پیش از همین وضعیت در نزد ستاد مربیان باواریا بود، بله نفهمی ها زیاد بود، داور حتی به دو نفر کارت زرد نشان داد بیرون از میدان. این چیزها سبب اساسی شد روحان به داور سبب تاثیر رساند
که در همین حالته که الکای یوواریو بیرغچاش رو بلو کرد، در حال صدایش تک رو بلند کرد و بله او شاید اکنون میفهمد که اشتباه کرد در اون حالت، او حق داشت که اجازه بدهد بازی ادامه بیابد، اما اون چی که رخ داد در میدان اون رو دیگه کردن نمیشود. بله. بله. و سخن اساسی هم اینجا همین است که طور بلوتر ایمان بگی شورا کرد، ممکن در اوورتایم باز هم ریال گل های نوبتی رو به هدف می رسند و پیروز می شود. اما مهم این که یکی از توصیه های اساسی که وقت اخیر فیفا با داوران داده است اینجا صرف نظر کرده شد، یعنی با پرگی اجازت دادن وقت همون هجوم با چی در نهایت کار جنبست می شود. بعضی بازیگران اوسب می گیرند در زمین، شاید اونها اوسبشون جدی باشد ولی اجازه داده می شود که حمله ای قاعده فیر پلی مقصد روایت کردن. این البته از بازیگر مبستگی دارد اینجا در این حالت های جرات ها. نه مثلا دسته که هجوم کرده ایستاد است هیچ گونه نمیخواد که برای از پا افتیدن بازیگر رقیب توپ را از میدان بیرون کند و حمله خود را ادامه بدهد و در این حالت داور حق ندارد که صدا شده بله ندارد، باید انتظار شود که این حمله تمام شود. این حالت ها بازیگر میتواند که برای احترام به حریف قاعده فر پلی را با احترام برای قاعده ولی در لحظه های نازک دیگر احترام از بین میرود. البته نتیجه و دیگر جایزه و دیگر چیزا ضرورند، این مسئله دیگر است. بله بله. خب تشکر زیاد. البته در برای حالتی بحثنوکی که در پایین رقابت بود زیاد دیگر حرف نمیزنیم، زیرا کمره بلوتر اشاره کردیم. اونجا سراسیمگی دوار شیمون مارچینیاک به هر حال احساس شد، اما قطع نظر از این بود در نظر داشتی امور نتیجه ها و تیوری که ریال مادرید داشت، شاید بوس هم میتوانست از این حریف خود در مرحله مذکور بگذرد، زیرا بازی که باور در رقابت یکم نشان داده بود در خانه خود در بازی جوابی نشان نداد و از هر جهت ریال مادرید نسبت به باواریا مینخن برتری داشت. دوستان گرامی، اینک اشتراک کنندگان فینال معلوم هستند و طور ما و شما میدونیم در فینال موسم کنونی لیگ چمپیون ها دسته های بروسیای دورتموند و ریال مادرید به مسافه هم میروند. بازی روزی یکمی ایون در ورزشگاهی ویمبلی صورت میگیرد و حتما جالبیتی زیاده را به خود خواهد داشت. از یک طرف ممکن دورتمونده که میخواهد به ارزوهای دیرینه خود برسد، ولی از سوی دیگر ریال مادرید باری دیگر میخواهد در آخرین موسمی که با همین فرمت لیگ چمپیون ها صورت گرفته شده است جایزه نوبتی را به دست آورد. به همه این سوال ها البته روزی یکمی ایون جواب پیدا میکنیم. بیاید اکنون بگذاریم به رقابت هایی که امشب ما و شما را در دوره نیم نهایی لیگ اروپا و لیگ کنفرانسیا ها انتظار است. ابتدا نتیجه هایی که هفته گذشته بود برای ما و شما حتما پیشنهاد کرده می شود، ولی به این موضوع ما بعد از چند لحظه گذر خواهیم کرد.